دوستانی که اینجا هستن آقای شاهین و همینطور آقای سامان چیزی که شما گفتین و دوران ترامپ خوب در رابطه با مسئله ایران یک وضعیت مشخصی رو ایجاد کرد چیزی که رژیم میگه فشار حداکثری اکثری و خوب آقای ظریف هم بازی با کلمات رو خیلی خوب استفاده میکنه کنه میگه که حالا شکست حداکثری اکثری ولی بله به نظر من آقای ظریف در این مورد خیلی اشتباه دارن میکنه چون به هر حال اساسی اینه که آنچه که مشخصا همه ما دیدیم این بوده که خود حکومت ایران شاید سران دولت ایران برایشون مشکل پیش نیومده ولی برای کل جم... مردم ایران و جامعه ایران مشکلات خیلی بسیاری به وجود اومده نه به خاطر سیاست های آقای ترامپ بلکه بسیار به دلیل سیاست هایی که حاکمیت ایران دنبال کرده که خوب مثلا من سیاستی که بر اساس سرکوب خود مردم ایران به دلایل متفاوتی بر اساس فرقای متفاوتی که در ایران هستش از لحاظ جنسی از لحاظ ملی از لحاظ مذهبی و همین سیاست به سر وقت بگیم سیاست داخلی سیاست خارجی دامه سیاست داخلی رژیم کنونی ایران هم همین سیاستی که در رابطه مسائل داخلی داشته اینو در سیاست خارجی هم ادامه داده به این شکل و که در خارج هم دخالت میکنه حالا دخالتش در خارج خوب به شکل مشخصی ما در عراق و یمن و لبنان و مسایل مختلف میبینیم یکی همین که مثلا میخواد کشور اسرائیل رو کاملا از نقشه دنیا محو بکنه که شاید در دنیا این اتفاق خیلی کمه که یک کشوری علنا حداقل اگه تو دلش کسی بخواد علنا بیاد اینو مطرح بکنه مسلما دولت ایران این سیاستو داره جلو میبره اون مسئله اپوزیسیونی او که شما گفتین خب مسلما این دولت وقتی خودش رو در مقابل همه دنیا دیده سعی میکنه که اپوزیسیون متحدی برلش وجود نداشته باشه چون اگر یه اپوزیسیون متحدی وجود داشته باشه قدرتمندی وجود داشته باشه مسلما این میتونه با این جامعه جهانی که با ایران مخالفه ابرقدرت ترین کشور دنیا با ایران مخالفه در منطقه قدرتمندترین کشورهایی مثل عربستان سعودی و اسرائیل با ایران مخالف هستند و ایران میخواد هر دو تاش رو سرنگون بکنه چون خمینی قبلا گفته بود اه 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 حجاز یا حاکمان حجاز حتی از حاکمان اسرائیل هم براش بدتر هستند یعنی yani همه اینا رو مشخصا رژیم در نظر داره به همین دلیل خیلی سعی کرده که اپوزیسیون متحدی به وجود نیاد چیزی که شما مثلا اونجا نوشته بود در رابطه با تلویزیون هم. مثلا حالا مثلا تلویزیون بی بی سی رو ببینیم با چه آب و تابی مثلا این رفتن حکومت ترامپ ها میگم پرزیدنسی ترامپ و آمدن بایدن رو تعریف میکنه که همه اینها زمین سازی برای یک انتخابات از در اونا پرشور در ایران برای ریاست جمهوری هستش مطمئنا یک ماه دو ماه دیگه یا سه ماه دیگه میبینیم آقای مثلا فردا افرادی مثل اکبر گنجی کسای دیگه رو میارن که مثلا از بد و بدتر مردم رو به هیجان بیارن که بایدن برمیگرده میگرده به بر برجام و وضعیت اقتصادی ایران بهتر میشه یعنی در این ساعت هم رژیم کار کرد در ساعت خبرنگارا و ببینیم در ساعت اپوزیسیون گروه های اپوزیسیون متفاوتی هستند موازی سازی های سیاسی متفاوتی است یه چیزی من برای شما فرستادم در رابطه با این موضوع که صحبت های آقای جوان مردی بود که من کاملا با این نظریت موافقم که رژیم خیلی کسا رو در ایران زندان میکنه یا به شکل شورت میده اینا رو میفرسته بیرون یا میرن در عذاب رفوز میکنن یا اینا رو مثلا موازی سازی میکنن از این طریق رژیم سعی میکنه که اون اپوزیسیون متحد بوجود نیاد اپوزیسیونی که بتونه باعث سرنگونی این بشه چون مشخصا همچون گفتم با توجه به سیاست رژیم در داخل و خارج و دشمنای مردم ایران و دشمن خودش کرده همه گروه های مختلف اجتماعی رو در ایران به هر شکلی که در ایران هستن از لحاظ طبقاتی یا گروه های ملی یا گروه های مذهبی همه رو مخالف خودش کرده و حتی بین اون گروه که خیلی اشون هم خودشون شاید شیعه یا اصلاح میدونن اونا رو هم مخالف خودش کرده اگه بتونه اپوزیشن یه اپوزیسیون متعید به وجود بیاد همیاری بین و منطقی داشته باشه مسلما رژیم سرنگون میشه و تمام کار رژیم در همین موضوعات هست ببینیم مثلا بمبگذاری در خارج کشور نفوذ در این گروه ها اختلافات علکی مثلا هر کسی روی حرفای خودش اونقدر اصرار میکنه که فکر میکنه دنیا یه دور تغییر میکنه ایران و جهان که اون حرفی که من دارم حرف عمومی میشه مثل پیغمبر فکر میکنن همشون که یک لحظه ای میاد از لحاظ تاریخی در یک جایی که همه به نظر من برمیگردن من فقط فعلا صبر بکنم در حالی که همه دارن پیر میشن در حالی که همه دارن خسته میشن و اون شرایط برای هیچ کسی به وجود بهترین طریق همینه که همه باید به نظر ما البته اگر ه... هر کسی شرط بگذاره کسی دیگه شرط میگذاره به نظر من رژیم جمهوری اسلامی ایران این رژیم یه ای رژیم هستش که باید بره یعنی بدون هیچ گونه شرطی باید مردم با هم متحد بشن که ما باید برای دموکراسی برای حقوق بشر همزیستی مسالمت آمیز بر اساس همین چیزا و برابری حقوق همه و ثبات در داخل در کشور و همینطور ثبات منطقی با همدیگه متحد بشن تا این رژیم از سر هم مردم در ایران وردارن و هم از منطقه و هم از جان تا بتونیم به بعدا مشکلات بقیه رو حل کرد تا زمانی که به جایی